امروز در واشنگتن پرزیدنت باراک اوباما امروز در آغاز سفر خاورمیانه خود برای ایجاد تفاهم با جهان اسلام وارد عربستان سعودی شد. اوباما هنگام ورود به ریاض مورد استقبال ملک عبدالله پادشاه سعودی قرار گرفت و بالاترین تشریفات رسمی در استقبال از او اجرا شد. دو رهبر درباره روند صلح خاورمیانه، تعامل واشنگتن با ایران و نفت گفتگو خواهند کرد. اندکی پس از ورود رئیس جمهوری آمریکا به پایتخت عربستان، تلویزیون الجزیره نوار اسامه بن لادن رهبر القاعده را پخش کرد که پرزیدنت اوباما را به تداوم سیاست‌های اسلام ستیزی سلف او پرزیدنت جورج دبلیو بوش متهم کرد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که آمریکا برای سرنگون ساختن موشک دوربردی که ممکن است از سوی کره شمالی پرتاب شود، توانایی بیشتری یافته است. سپهبد ارتش آمریکا ژنرال پاتریک اورلی، رئیس سازمان دفاع موشکی پنتاگون، گفت این ارزیابی بر مبنای آزمایش سه‌گانه‌ای که چنین حمله‌ای را تقلید می‌کرد، انجام شده است. سپهبد آمریکایی گفت که توان آمریکا در آماج گرفتن نقطه مشخصی روی موشک مورد هدف طی آن آزمایش‌ها فوق‌العاده افزایش یافته است. بی‌افزود اعتقاد دارم که با توجه به اطلاعاتی که من دیدم می توانیم رهگیری موفقانه‌ای انجام دهیم. به گزارش امروز روزنامه نیویورک تایمز، یک گزارش محرمانه با جزئیات کامل درباره مراکز و برنامه‌های هسته‌ای غیر نظامی آمریکا سهواً از طریق اینترنت فاش شد. گزارش 206 صفحه‌ای مورد بحث که شامل نقشه‌ها و تأسیسات ذخیره سوخت برای جنگ افزارهای هسته‌ای آمریکا در تارنمای چاپخانه رسمی دولت آمریکا قرار گرفته بود، اواخر وقت دیروز از آن تارنما برداشته شد. برخی کارشناسان هسته‌ای گفتند که انتشار این اطلاعات خطری برای امنیت آمریکا ایجاد نکرده است، زیرا بسیاری از آن جزئیات قبلاً به آگاهی عموم رسانده شده بود. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com